داستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاسته از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست ها و ناکامی های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره گیری از سیستم های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت بدون از هر گونه پیش‌داوری های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت ها، احزاب، گروه ها و کنشگران سیاسی آزادیخواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی، یکی از 3104 هموطنان عزیز از سراسر کشور، به غیر از 5-6 تاشون که هموطن نیستن، غیر ایرانی هستن، با برنامه‌ای که داریم تعداد اونها هم بیشتر خواهد شد، که از سراسر جهان و از جمله بیش از 50% آنها از داخل کشور دور هم جمع شدن فقط برای یک هدف، برای گردهمایی و همبستگی و پشتیبانی از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای برکناری مطلق بدون چون و چرا کلیت موجودیت از پس کردن آخوندها گرفته در سطل آشغال تاریخ انداختن و کمک برای استقرار حقوق بشر و دموکراسی و آزادی در ایران عزیزمون، بر اساس فقط 5 اصل بسیار ساده، بسیار بسیار ساده ولی بنیادی: استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران، جدایی کامل دین از حکومت، سکولاریسم، پشتیبانی از منشور حقوق بشر، برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع حکومت آینده ایران بعد از اینکه آخوندها رو بیرون کردیم، و پنجمیش عدم تمرکز قدرت در حکومت آینده ایران و به نوع دیگر گفتن مشارکت تمامی مردم نقاط مختلف ایران در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محلی خودشون. هر کدام از شما عزیزان که مخاطب این برنامه هستید و دارید نگاه میکنید، اگر فکر میکنید که این یک هدف و 5 اصل منطقی است، با هر ایدئولوژی که دارید، متعلق به هر حزبی هستید، طرفدار هر گونه حکومتی که هستید، و با استقلال فکری، با استقلال سازمانی میتوانید در این جایگاهی که 3000 خورده دیگه دور هم جمع شدن و روزی نیست به که تعداد این عزیزان اضافه نشود، یا اشخاص به طور با نام مستعار
و یا اشخاصی شجاع و دلیر که در خارج از کشور هستند و صادقانه پا جلو میگذارند و میگن من هم هستم، این اسممه، این عکسمه، این شناسنامه و من دیگه در این لحظات آخر مایلم که بیام جلو و در یک نهادی همکاری بکنم که از زیر بنا شده، از مردم بنا شده، اولین و تنها سیستم و ساختار اپوزیسیون خارج از کشور که از پایین به بالا شروع شده. یک نفر از اون بالا نیومده گفته من میخواهم ایران رو نجات بدم، همه بیاین زیر چتر بنده تا من بگم چه بکنید. خیر، مردم دور هم از صفر شروع شدن. در روز 12 سپتامبر 2010 دور هم جمع شدن، گفتن ما از صفر شروع میکنیم، از یک کاغذ سفید شروع میکنیم، در جایی قدم میگذاریم که هیچ کس دیگر درش نیست ولی بر اساس یک هدف و پنج است. با هم دور هم جمع میشیم، با هم ضوابط رو مینویسیم، اگر اشتباه کردیم تصحیح میکنیم، انتخابات آزاد میذاریم، مناظره میذاریم، رأی میذاریم، اشخاص حقیقی با شخصیت حقیقی خواهیم داشت، اشخاص مستعار با نام مستعار خواهیم داشت، هر کسی از هر کشوری با هر سنی، با سواد و بی سواد و با پول و بی پول دوره هم میتونه جمع بشه. فقط به دوره 1.5 است و نهاد مردمی داره این کارو انجام میده. امروز خوشبختم که 4 عزیز دیگر که اومدن پا جلو گذاشتن و اسم و سند رسمی آوردن که که هستند، اومدن و پشتیبانی از نهاد مردمی دارن میکنن. اجازه بدید که با هم عکس ها رو با هم نگاه بکنیم. در صفحه اول نهاد مردمی تعداد شخصیت‌های حقیقی که تا دیروز 137 نفر بود شده 141 نفر. بعضی از عزیزان در زمان رأی‌گیری انتخابات تقاضا کرده بودند و تایید شده بود شخصیتشون، ولی بنا به آیین‌نامه نهاد مردمی باید سعی می‌کردیم تا بعد از پایان رأی‌گیری‌ها. اجازه بدید معرفی بکنم و خیر مقدم بگم هموطنان عزیز به جناب غلام رضا محبی، این هموطن عزیز. من سوجان صورت منم نشون بده برای اینکه من صحبت بکنم با آقای محبی. این آقای محبی هموطنان عزیز با هیچ کس شوخی نداره، کمک مالی میکنه، میگه کمکم چرا 3 روز دیر گذاشتی، سندشو میفرسته، میگه این سند اینجوری چرا دیر شده، ایمیل میزنیم میگه آقای فورتن اینو گفتن در این مصاحبه اینجوری شد، چرا اینجوریه، مو به مو نشستن برنامه رو نگاه میکنن و ما افتخار میکنیم به داشتن شخصیتی مانند غلامرضا محبی که مدت هاست عضو نهاد مردمی هستند و تایید شد شخصیت حقیقیشون. خیر مقدم به شما جناب محبی. نفر بعد آقای فرخ نیکمرام از آمریکا، درود به شما جناب فرخ نیکمرام، خیر مقدم به شما، تشریف آوردید به نهاد مردمی در میان همرزمانتون. نفر سوم جدید آقای امین موحدی از آمریکا، درود به شما، درود به ایشون. یک جورنالیست هستن، من چندی از مقاله های ایشون رو خوندم که در بسیاری از سایت های فارسی زبان چاپ میشه، باعث افتخار نهاد مردمی هست یک شخصیت فرهیخته ای مانند ایشون رو در میان خودمون داشته باشیم. و بالاخره هموطن عزیزی که ایشون مهدی رحیمی، هموطن عزیز توجه بفرمایید، مهدی رحیمی این گوشه دست چپ بالاش پرچم سرنگ شیر و خورشید داره، به اضافه اینکه آقای غلامرضا محبی نیست پرچم سرنگ خورشید بشید. یعنی چی؟ یعنی این عزیزان قبل از مهلت 90 روزه اول که میگفتیم تا 100 نفر بشیم ثبت نام کرده بودن مستعار. یک سال طول کشید که شخصیت حقیقی بشن، هنوز ایشون این عزیزان پیشگامان بنیانگذار هستن. درود به مهدی رحیمی عزیز از آمریکا، مثل اینکه موسیقی هم بلده. مهدی جان خوش اومدی، ببینم کجا هستی که با هم بیایم در استودیو با هم کار بکنیم، یک سرودی موزیکی بسازیم، ما هم شرکت کنیم در این مسابقه 1000 دلاری یا 500 دلاری یک موزیک سرودی برای نهاد مردمی. خب واو، ببین چه خبره توی اتاق پلتاک. درود به تک تک شما عزیزان که اومدید. من تو جون با تلفن با من صحبت می‌کنی با کسی؟ همه چی اوکیه؟ اوکی. الان تلویزیون پارت هستیم، صدا قطع وصل میشه. اوکی. دیگه خب پس خیر مقدم به این عزیزان. گفتم که هر کسی دلش بخواد میتونه بیاد در نهاد مردمی و بیاد تا بالاترین مراجع و مسئولیت‌ها رو به عهده بگیره.
میخواین تشریف بیارین دبیر دبیرخانه ارتباط جمعی باشین بفرمایید، میخواین برید در گروه مبارزات نافرمانی کار بکنید بفرمایید، میخواهید در این صندلی اینجا به عنوان مجری برنامه باشید بفرمایید، میخواهید مدیر اجرایی با بالاترین مرجع اجرایی در نهاد مردمی باشید بفرمایید، میخواهید عضو هیئت امنا بشید رأی بگیرید بیایید و در بالاترین مرجع قانونی نهاد مردمی تشریف بیارید و خدمت کنید بفرمایید، میخواهید برید در مجلس در شورای دوران گذار برای آینده ایران در نوشتن پیشنهادی قانون اساسی آیان در رابطه با رفاه مردم و کارهایی که مایلید کار بکنید بفرمایید. اینجا در بروی همه باز هست، جلوی چشم مردم بر اساس یک ضوابط در یک ساختار قانونی و حقوقی حقیقی که در آمریکا ثبت شده، سازمان غیر انتفاعی The New Iran Inc. در دیستریکت آف کولومبیا واشنگتن دی سی، جایگاهی برای اشخاصی که صادقانه میخوان کار بکنن، شوخی هم با کسی ندارن. حالا بریم قسمت مالی، جمع همیاری مالی. 20 روزه گفتیم آقا نهاد مردمی پول لازم داره، تا امروز از کسی پول نمیگرفت، تا یه ماه پیش گفتیم آقا ما ماهی 60,000 دلار حدوداً کمک لازم داریم مالی، تا الان 23,000 دلار 152.79 دلار همیاری جمع شده، این ماه 36,000 دلار مونده. ببین کسی پیدا میشه چک 36,000 دلاری بنویسه؟ ولی اگه پیدا نشد اشکال نداره، هموطن عزیز نگاه بکنید، وقتی کلیک بکنید روی همیاری ها، برای اولین بار در یک ساختار سیاسی خارج از کشور در یک برنامه تلویزیونی شما خواهید دید که این شخصی که با نام مستعار شیرازی چون رنگش آبی رنگ هست اومده آقا یک دلار روز 17 آگوست ساعت 10:42 شب اومده گفت، صبح اومده گفت آقا من 1 دلار کمک میکنم. بعد همون روز یه نفر نام محفوظ میگه آقا من نمیخوام بدونم اسم شما، نمیخوام بدونم اسم من کی هستید. حالا یا میخواد بره ایران رو برگرده، یا دوست نداره دخترش بدون کار سیاسی میکنه. از این کیس ها ما خیلی در سالهای گذشتیم. نام محفوظ 200 دلار، از 200 دلار 5 دلار 30 سنتشو نهاد مردمی میده کارمزد بانکی، 194.70 دلار میمونه برای خرجای نهاد. دوباره یه نام محفوظ 50 دلار، یه نام محفوظ 30 دلار، یه نام محفوظ 100 دلار. پرویز حداری‌زاده عزیز به احتمال برای تست کردن آموزش سیستم بانکی پیپل 1 دلار، چون ایشون هر ماه کلی پول میدن و کمک میکنن. یه نام محفوظ دیگه 19 دلار. 19 دلار، 20 هم نه، سر 19. یه نام محفوظ دیگه 25 دلار. یه شخصی به نام ایران سپورت، شخصیت آبی رنگ که نمیدونیم کی هستن، کلیک بکنیم روش 400 دلار. برم رو صفحه ایشون ایران سپورت، این هم عکسشونه، ایشون از کشور نروژ هستن، مرد هستن بین 31 تا 35 سال، سنشون، شغلشون هم بازرگان و صاحب کسب و کاره، دلشون هم نمیخواد هیچ کس بدون ایشون کی هستن. تاریخ عضویتشون هم ماه 13 ماه جولای 2011، یعنی دو سه ماه پیش ساعت 6:58:54 بعد از ظهر بوده. 400 دلار پشتیبانی کردن، بعدش هم ایمان فروتنی 500 دلار. به هر صورت هموطنان عزیز، نهاد مردمی از صفر شروع شد، صفر. حالا ان شاءالله برای سالگرد گروه تلویزیون دارن سعی میکنن یه چیزی درست کنن که چگونه از صفر شروع شد و هر روز که میگذره میبینیم که ما داریم پیشرفت میکنیم. ممکنه بعضی ها فکر کنن آقا پیشرفت یواشه، ولی داریم پیشرفت میکنیم. برویم بگردیم ببینیم کجا به این پیشرفت با این شفافیت کار داره پیش میره. یکی از پیشرفتهایی که انجام دادیم تا چند لحظه دیگه شما شاهدش خواهید بود نتیجهشو، ما در گروه تلویزیونمون هیچ کسی که واقعا پروفشنال بوده باشه نداشتیم از روز اول به اون صورت دیگه. حد اکثرش خود بنده بودم، چند سال کارهای تلویزیونی کارهای آمریکایی پروفشنال هست، منصور که چند سال ادیت این حرفو میکنه، جناب شاهبرتی که برنامه تلویزیون دارن، ولی گروه تلویزیون ما از صفر شروع کردیم و عزیزانی که در این گروه هستن با عشق و علاقه اومدن گفتن آقا من میخوام کار بکنم. یکی از این عزیزان ایمان مایبوت عزیز هست، تهیه کننده ارشد تلویزیون. یکی دیگه یه ستاره است که خب صداشو میشناسین و کارهایی که انجام میده، بقیه رو اسم نمیبرم، ولی یه نفر دیگه اش یه خانومی هست در فرانسه به نام فائزه محبی که بعد که این برنامه اول نگاه بکنین ایشون یکی دو ماه دنبال این بودن که چجوری از طریق پیپل 1 دلار بدن و عضو نهاد بشن، تا وقتی پسرشون فرانسه اومد کمک کرد 1 دلار پیپل رو دادن عضو حقیقی شدن. و این برنامه‌ای که میبینید یک برنامه‌ای هستش که تهیه شده توسط این گروه تلویزیون و با همکاری گروه زنان، با هم نگاه میکنیم. من بیشتر از اون نمیگم، حدود 20 دقیقه طول میگشه، 20 دقیقه دیگه دوباره با شما خواهیم بود، با ما باشید.
فرشته آسمون انگار خلاص است تو دوتا بالت، تو میگی آخرش یک شب میان از ما دنبالت، میان میری نمیمونی، تو مال آسمونایی، زمین جای قشنگی نیست برای تو که زیبایی، تو میری آره میدونم، نمیگم که بمون پیشم، ولی تا لحظه رفتن یه عالم عاشقت میشم. با درود به همگی شما همیهنان عزیز، من فائزه محب بزندی، یکی از پیشگامان نهاد مردمی، برای شما برنامه تهیه دیدم در مورد یکی از اسطوره های ورزش زنان ایران در رشته کوهنوردی که مطمئنن فقط در رسانه های دیگه هم نامش به گوشتون خورده بود و در موردش صحبت شده بود، ولی من سعی کردم به طور کامل اما مختصر از بیوگرافی و موفقیت های این قهرمان بزرگ که شاید کمتر به اون اشاره شده بود صحبت کنم. امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرید. قهرمانی که جان خودش رو در این راه گذاشت و نامش برای همیشه در لوح تاریخ ورزش زنان ایران در بهترین ها به ثبت رسید. بانو لیلا اسفندیاری. این برنامه با همکاری گروه تلویزیون تهیه شده که جا داره قبلا از این عزیزان سپاسگزاری کنم. دکتر ایمان فروتن مدیر گروه تلویزیون، ایمان مایبود مدیر ارشد برنامه و منصور عزیز کارگردان این برنامه و همینطور دکتر بیژن کریم. همونطور که میدونید سال 90 سال خوشی برای ورزش و ورزشکاران زن ایرانی نبود. ناکامی هایی که با ممانعت فیفا از شرکت تیم فوتبال زنان ایران در المپیک 2011 گرفته تا غرق شدن بانو زهرا فرجی حین تمرین های ورزشی در سد چای ارومیه و جان باختن لیلا اسفندیاری، تنها زنی که در خاورمیانه تونسته بود قله نانگا پاربات به ارتفاع 8126 متری رو که به عنوان دومین قله دشوار جهان بود رو فتح کنه و در همون صعود سرپرست گروهی باشه که تمام اعضاش مردان زبده کوهنوردی ایران بودند. اما به رغم تبعیض‌ها و مانع‌تراشی‌ها باز هم زنان ما همچنان به راه خود ادامه می دهند و افتخار می آفرینند. لیلا اسفندیاری زنی که به خاطر یک مصاحبه بدون روسری محبوبیتی نزد مقامات ورزش ایران و فدراسیون کوهنوردی نداشت، اونها که موفقیت بین المللی ورزشکاران ایرانی رو مصادره می کنند در تمام این سالها رغبتی به پوشش اخبار بانوی بی نظیر کوهنوردی ایران نداشتند. فقط کافیست کند و کاش کوچیکی در خبرگزاری های دولتی و آرشیو و سایت فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران که گواه این موضوع هست کنید، جایی که حتی خبر صعودهای تفریحی و دست جمعی و اشتران کوه هم شهر داده شده. اما درباره تنهایی لیلای ایران در کمپ کیدو و در میون تیم‌های مجهز کوهنوردی اتریش، ایتالیا، آمریکا و کره جنوبی چیزی نوشته نشد. لیلا اسفندیاری یکی از قهرمانان کوهنوردی ایران، 38 ساله، مجرد و زیست شناس بود. از سن 30 سالگی کوهنوردی رو شروع کرد و بعد از گذشت 3 ماه از فتح قله نانگا پاربات در پاکستان به فکر صعود به یکی از قله های هیمالیا به نام لیلا پیک افتاد. او با هدف شکستن مرزهای اونچه برای یک زن ممکنه، دو غار از سخت‌ترین غارهای دنیا رو با موفقیت پیمود و صعود زمستانی دماوند رو از 3 مسیر مختلف به انجام رسوند و قصد پیمایش عمیق‌ترین غار دنیا در سوچی روسیه رو داشت و
اما پلیس روسیه به ایرانی ها اجازه نمیداد وارد آبخازیا بشن. در صعود به قله کیدو یا همون کاشرپروم تا آستانه کامل پیش رفت و موفق شد، ولی هنگام برگشت به خاطر خستگی زیاد آخرین نقطه 8000 متری بود که در اون گام گذاشت، جایی که حتی زبده ترین کوه نوردان دنیا برای برداشتن هر قدم باید چندین و چند بار نفس تازه کنند. لیلا دیسک کمر داشت و جراحی هم کرده بود، هرچند که ریسک این عمل به قدری بالا بود که خطر فلج شدن رو هم در پی داشت، اما لیلا با تمام مصائب و مشکلات مالی که اون رو در تنگنا گذاشته بود نه تنها بر اون غلبه کرد، بلکه ارتفاعات هیمالیا رو هم زیر پا گذاشت. مشکلات مالی که اغلب ورزشکاران خصوصا بانوان با اون دست به گریبانن و در سکوت به قهرمانیشون ادامه میدن. بانو لیدا اسفندیاری، خواهر کوچکتر لیلا، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در رابطه با خاطراتش و اینکه تازه از لیلا به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار تاریخ ورزش ایران یاد میشه حرف میزنه و همینطور از ابعاد تازه‌ای از شخصیت چند بچی این قهرمان ملی و از خانواده سنتی که در اون پرورش پیدا کرده بود و حقیقت محضی که به خاطر هویت فردی و انسانی که داشته از آغوش خانواده ترد شده بود حرف میزنه و اینکه زندگی یک قهرمان ملی رو نمیشه از مردمی که دوستش دارن پنهان کنند. لیلا اسفندیاری در رشته میکروبیولوژی تحصیل کرده بود و به نقاشی هم علاقه فراوون داشت. ارتباطش با کوه و کمر همیشه بر پایه احترام متقابل بود. لیلا در اتاقکی 6 متری زندگی میکرد بدون حمام و آشپزخانه و امکانات اولیه زندگی. کوهنوردی رو هم همینطوری از صفر شروع کرد، یعنی با هیچ. تنها سرمایش فقط اراده بیمانندی بود که اندازه نداشت. لیدا میگه شاید حرفام به خانوادم بر بخوره، اما واقعیتهایی که وجود داره رو نمیشه پنهان کرد. امروز همه لیلا لیلا میکنند، اما اون از اعماق فقر و نداری تا بام جهان رو تنهایی و با پای پیاده طی کرد. خونش رو فروخت تا هزینه های صعود به گورستان مشهورترین کوهنوردان جهان یعنی کاشرپروم رو تأمین کنه، در حالی که این همه کانون و هیئت و انجمن کوهنوردی، صخره‌نوردی و غارنوردی دولتی در ایران است، ولی هیچ کدومشون هیچ حمایتی از لیلا نکردند. 5 صبح بیدار می شد، می رفت به ارتفاعات نزدیک محل زندگیش، بعد به سرعت راهی بیمارستان محل کارش می شد. تا غروب کار می کرد و بعد از اون هم تمرینات بدنسازی می کرد. با وجودی که صدا و سیما و رسانه های دولتی علاقه زیادی به انعکاس موفقیت زنان ورزشکار محجبه ایرانی دارند، اما در تمام این سالها غیر از چند مورد گذرا علاقه به مطرح کردن نام لیلا نداشتند. اون هم فقط به خاطر مصاحبه‌ای بود که موقع صعود به کیدو انجام داده بود و مسئولان ورزش به جای اینکه به موفقیتش بپردازند و هیمالیا نوردی یک دختر ایرانی رو ستایش کنند، اون رو ملامت کردند که چرا روسری سرش نبوده و حالا خیلی مضحکه که حکومت و دستگاه تبلیغاتی صدام و سیما بخوان نام لیلا رو مصادره کنند. الان ما داریم میریم آلپاین کلاب پاکستان. اسکیوز می. آلپاین کلاب جانه یارا. میخواییم که پرمیت صعود رو بگیریم. امروز روز پنجشنبه، فکر کنم به ایران میشه 20 بعد باشه، مسافر بعد باشه. یه سر دیر شده ولی دیگه چاره نیست. بعد از 8 سال کوهنوردی، هرچند با زمان کوتاه،
اما مفید برای از نظر خودم و داشتن یه تجربه ارتفاع 8000 متر نمیشه به این فکر نکرد که نمیتونی که دیگه این کار انجام ندی و تمام فکرت و زندگیت سوق پیدا میکنه به اون سمتی که تو میتونی بری و بایستی بری. صعود قله کیتو جزی از خواسته های من بود و شاید از خیلی زمان قبل به کیتو به عنوان کوهی ویژه نگاه میکردم، اما شاید هیچ وقت فکر نمیکردم که روزی تصمیم بگیرم که بخوام تلاشی روش انجام بدم. بعد از صعود قله نانگا پاربات و هواشیش تصمیم گرفتم که روی قله‌ای ساده تر و یا شاید ویژه برای خودم تلاش بکنم که قله لیلا پیک بود، ولی متاسفانه به دلیل نداشتن اسپانسر و موقعیت مالی مناسب از طرفی نزدیک زمان صعود یه تصادف ناگهانی باعث شد که چندین ماه به عقب برگردم و مجبور بشم که یک استراحتی رو داشته باشم برای اینکه بتونم فعالیت بعدی رو شروع بکنم. به نتیجه کار خیلی امیدوارم. میدونم که کار سختیه، باید تلاش خودم رو بکنم و اینو قبول بکنم که اگر هم نشد تلاش ارزشمندی بوده. من در طی این سالها خیلی سختی کشیدم، از زمانی که کوهنوردیمو شروع کردم با یه دونه کوله پشتی پارچه‌ای که مال ندا بود و کفش کیکرزی که مال ویدا بود و وقتی خراب شده بود جناب به من چشم برد و اومده بود که کلی حال منو گرفته بود. من با اونجاها شروع کردم، منم بدون کوله پشتی شروع کردم، با حقوقی که در ماه همش 5000 تومان برام میموند شروع کردم و یه موقعی واقعا بلیتم نداشتم که به خونه برسم، حتی نمیتونستم یه چای بخورم اونجا. لباسام یا مال تاناکورا بود یا بچه‌ها بهم داده بودن، ولی خواستم و تحمل هر چی سختی توی زندگی باعث شد که الان اینجا باشم. و حالا جالبش اینه که این آدمایی که دام از این حرفا میزنن همشون فکر میکنن لیلا خیلی پول داره و همه ساپورتش میکنن، در صورتی که نمیدونن که همین لیلا خونش رو فروخته و الان تونسته که به این برنامه بیاد، 4-5 میلیون قرض بالا آورده و اگه برگرده ایران هیچی نداره. ولی همین آدما باعث بسی تأسفه، هر کدومشون کار دولتی رو دارن، حقوق خوب میگیرن، مهمونیشون رو میرن، گردششون رو میرن، ولی من چی؟ کارمو به خاطر همین که بتونم به اینجا بیام و دست دادم. اگه آدم ها کوه براشون لذت بخشه باید یه جایی ریسکی بکنن دیگه، نمیشه که هم اینو داشته باشن، هم کار خوب داشته باشن، هم یه کشوری زندگی میکنی که این حرفا رو نداره. واقعا متاسفم از این طرز برخورد و این نگاه. ای کاش بتونم که یه روزی بهشون بگم که شما از ماشیناتون دل نکندید، اما من از خونم، از کارم، از آیندم، از جونم گذشتم و به این سفر اومدم چون دوستش دارم، چون این فضا رو دوست دارم، این فضا رو دوست دارم.
فکر میکنم اگه قصد صعود کیتون هم نداشتم همین منازه برام کافی بود. اصلا دیوانم داره میکنه. کیتون نمیدونم اجازه بده که سودش بکنم یا نه، ولی لیلا اسفندیاری شاید اگر مردی بود و یکی از مهمترین مردان کشور محسوب می شد، این چنین غریبانه از او یاد نمی کردند. او عمیق‌ترین و سخت‌ترین غار ایران رو که پرو یا اورست قله‌های جهان نام داره تا انتها پیمود و سرپرستی قوی‌ترین مردان کوهنورد ایرانی رو برای صعود به دومین قله سخت دنیا عهده‌دار بود. اون به عنوان اولین زن خاورمیانه‌ای پا بر قله نانگا پاروات گذاشت و تحسین همگان را برانگیخت. لیلا اسفندیاری از امضا کنندگان بیانیه کمپین 1,000,000 امضا بود و باور داشت سخت‌ترین مشکلات رو با اراده و پشتکار میشه به انجام رسوند. خواهرش لیلا اسفندیاری تعریف میکنه که در تظاهرات خیابونی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در 22 خرداد پا به پای مردم فریاد آزادی خواهی سر داد. اون همیشه مدافع سرسخت حقوق پایمال شده زنان ایرانی بود و هرگز اینکه زن در جمهوری اسلامی جنس دومه را قبول نکرد و نپذیرفت و هر بار که تظاهراتی صورت می گرفت لیلا نگرانش میشد، در حالی که در یکی از تظاهرات وقتی بعد از چند ساعت تلاش موفق شد صداش رو بشنوه و متوجه شد که لیلا به شدت آسیب دیده و بدن ظریف و پاک و بیگناهش زیر ضربات بیرحمانه باتوم بسیجی ها آزار دیده، لیلا میگفت با وجود بر این من اعتراضی ندارم، چون من از دیگر هموطنانم اونم رنگین تر نیست و روزی خواهد رسید که همه ما زنان ایرانی رنگ آزادی رو خواهیم دید و از یوغ جنس دوم بودن آزاد خواهیم شد. در دنباله کارنامه ورزشی و بیوگرافی این بانوی قهرمان چنین آمده که در سال 79 با کوهنوردی در کوههای شمال تهران آشنا شد و از سال 80 به طور جدی فعالیت‌های فنیش رو همراه باشگاه کوهنوردی دماوند پیگیری کرد و موفق به صعودهای فنی زیادی شد. از موفقیت‌های دیگه اون میشه دو بار صعود به قله سهند از مسیرهای مختلف، 18 بار صعود به قله سبلان، 5 بار صعود یک روزه برای تمرین به قله دماوند، 1 بار صعود از یخچال دره یخار که سخت‌ترین مسیر صعود این قله به شمار میاد، صعود اکثر قله‌ها و خط الرأس‌های البرز مرکزی، صعود یخچال کسرا، صعود دیواره‌های مطرح ایران از مسیرهای مختلف از جمله دیواره علم‌کوه از 3 مسیر و پیمایش غارهای صعب‌العبوری مثل غار پرو و غار نمکدان که طولانی‌ترین غار نمکی دنیاست و بالاخره صعود خط الرأس کهار به کرچان که بخشی از صعودهای اون بوده رو میشه نام بود. لیلا اسفندیاری هرگز اهل شعار دادن نبود، ولی به گفته خواهرش لیلا اسفندیاری فقط یک چیز و یک شعار رو مرتب زیر لب زمزمه میکرد و اون هم این بود که زن ایرانی میتونه. لیلا اسفندیاری زنی بود
که به تمام زنان ایران یاد داد اگر بخواهیم میتونیم. درود بر او و روزی که زاده شد و روزی که مانند پروانه پر کشید و رفت. لیلا اسفندیاری و ماجراهای حیرت انگیز صعودهای انفرادیش به مرتفع‌ترین قلل جهان زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که در بام جهان لغزید و به پایین پرت شد و در ارتفاع 7500 متری آرام گرفت. در رسانه‌ها خبر کوتاه بود. فقط نوشته شد لیلا اسفندیاری، کوهنورد ایرانی و اولین زن فاتح قله نانگا پاربات در حین بازگشت از قله کاشربوم دچار حادثه شد و جان باخت. پرنده‌ای که پرید و همون جایی که گفته بود اگر افتادم بگذارید بمانم، میخواهم بام جهان آرامگاه ابدیم باشه. بدون لالایی و قصه بگیر آسوده به خواب بی درد و قصه، دیگه کابوس زمستون نمیبینی، توی خواب گلای حسرت نمیچینی. دیگه خورشید چهرتو نمی سوزونه، جای سیلی یا یه باد روش نمی مونه، دیگه بیدار نمیشی با نگرونی، یا با تردید که بری یا که بمون. رفتی و آدمکارو جا گذاشتی، قانون جنگل و زیر پا گذاشتی، اینجا قهرن سینه ها با مهربونی، تو جنگل نمیتونستی بمونی. خب هموطنان عزیز، اجازه بدین که من با وجودی که کردیت های آخر فیلم رو دیدید حتما این رو باید توضیح بدم. تمام ویدیوهایی که دیدید یا تقریبا یا تحقیقا من تو جا 99% ویدیوهایی که دیدید رو گروه تلویزیون نهاد مردمی تهیه نکرده بود. دو سه نفر از عزیزان دیگر، هم میهنانی که من نمیشناسم و احتمالا گروه تلویزیون هم نمیشناسن، زحمت کشیدن ادیت کردن تصویرهایی مانند اون و اون فوتج ها و فیلم هایی که معلوم از خود کوه و کوهنوردی آوردن متعلق به نهاد مردمی نبوده، اینها روی سایت یوتیوب بوده و با یک کار پروفشنالی که گروه تلویزیون کرد کردیت اون اشخاص رو گذاشت و همچنین سایت های خبری که خبرهایی درش بوده و نوشته هایی که هموطنان دیگر داشتن. ولی تهیه این برنامه که می شود نوشته هایی که خانم فائزه محب زندی نوشته بودن، صدا روش گذاشته بودن، انتخاب موزیک متن که منصور کرده بود، تهیه کننده ارشد که امام مایبود کار کرده بود، عکسایی که بعد یه سری جمع شد آخر گذاشته بود و اینها، به هر صورت این کار زحمت داره و انجام شد. اینجا بعد لازمه که من اشاره بکنم از چشم ما افتاد و
نام سیاوش قومیشی هنرمند عزیز کردیت موزیکش گذاشته نشده بود که اون هم گذاشته خواهد شد قبل از اینکه این فایل به عنوان یک پروداکشن نهاد مردمی برسیم و نهاد مردمی بره روی سایت های دیگر. با تشکر از سیاوش قومیشی. سیاوش جان اگه صدای من میشستی امیدوارم یه روز بیا اینجا آهنگ تاکی که با هم ساختیم جلو مردم با هم بزنید بخونید. و ولی اجازه بدین و همچنین کیوان عزیز دوست عزیز من 11 ساله با ما داره پشت پرده کار میکنه با من و برای آزادی ایران. اون لوگوی نهاد مردمی که اون زیر میچرخید مانند اون ساختار شیشه‌ای نهاد مردمی رو که از روزهای اول دیدیم و دوست عزیز من کیوان با فقط نام کیوان کار میکنه و تقدیم نهاد مردمی کرده. اجازه بدید اینجا من توضیح دیگری بدم. هموطنان عزیز همینطور که در این ویدیو لیلا اسفندیاری رو دیدید بار دیگر ثابت کرد که خواستن توانستن است. یک بانوی ایرانی خواست که بره به قله هیمالایا و رفت چون میخواست. بسیاری از ما که اینجا هستیم میخواهیم و میدانیم که اگر بخواهیم برای آزادی ایران میتونیم موثر باشیم و 100% هم موفق خواهیم شد. بسیاری از شما که هر جای دنیا نشستید این احساس رو در قلب خودتون دارید و میدونید که هر کاری رو در دلتون خواسته تونستید انجام بدید و به هر موفقیتی که خواستید رسیدید برای اینکه دلتون خواسته و مصمم بودید و انجام دادید. و نهاد مردمی جایگاهی است بیشتر برای این گونه افراد، البته هر کسی که بیاد قلمش روی چشم. این کاری که شما دیدید مثالی هست از خواستن توانستن است. خانم فائزه محب زندی و ایمان مایووت و پوران دخت و بسیاری دیگر که در گروه هستن اینها نه برنامه ساز تلویزیون بودن نه تهیه کننده، ولی در نهاد مردمی ما این جایگاه رو درست کردیم که اگر شما کسی هستید که میخواهید کاری رو بکنید ما اینجا هستیم که به شما آموزش بدیم و کمک بکنیم در بخش‌های مختلف توسط متخصصینی که در گروه‌های مختلف داریم. اگر میخواهید ببینید که این برنامه چگونه تهیه شد و به چه قدم‌هایی برید و فایل صوتی جلسات گروه تلویزیون رو در بخش تلویزیون نهاد مردمی گوش بدید که چگونه قدم به قدم کسانی که تا الان این کار رو نکرده بودن وقتی که ازشون درخواست شد چگونه برن یه کاری رو انجام بدن به جای اینکه غر بکنن و حالا شما چرا به من میگین و دلم میخواد اینجوری بکنم، نه رفتن زحمت کشیدن کار کردن و به نظر من یه کاری بسیار بسیار پروفشنال ولی قدم اول حل درست شد. ما امیدواریم که در روزها و هفته های آینده ویدیوهای دیگری داشته باشیم و به خصوص در رابطه با عزیزانی که هنوز هستند در زندان‌های ایران هستند، بلاگرها، زندانیان سیاسی و همه شخصیت‌های دیگر. پس من اینجا به عنوان مدیر تلویزیون سیمای نهاد مردمی از تک تک شما مخاطبان این برنامه دعوت می‌کنم. اگر اون حس رو در دل خودتون و قلب خودتون دارید و می‌خواهید کاری بکنید، داستانی برای گفتن دارید، قصه‌ای برای گفتن دارید، در رابطه با شخصیتی، در رابطه با یک اتفاقی که افتاده، بیاید در نهاد مردمی داوطلب بشید، در گروه تلویزیون میتونید بنویسید، میتونید تهیه کننده باشید، میتونید از صداتون استفاده کنید، میتونید برید آرشیو عکس رو بگیرید، تحقیقات بکنید. بسیار بسیار کار مهمی است که ما بتونیم این کار رو به جهانیان برسونیم و لازم نیست فقط به فارسی باشه. اگر خانواده ای هستید، پسرتون، دخترتون دوست داره کار ادیتینگ و ویدیو به زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، هر چیزی، قدم شما هم روی چش، جهانیان باید در رابطه با نهاد مردمی بدونن. من اجازه بدید اینجا از یک هموطن عزیزمون آقای مسعود خاقانی که در سایپرس هستن، در قبرس، و قرار بود که در برنامه امروز با ایشون مصاحبه‌ای بشه، به خاطر کمی وقت عذرخواهی کنم، کمی وقتم به همون دلیلی که گفتم ویدیو چند دقیقش پخش شد این ویدیو و بعد قطع شد و ما برای اینکه کار درست انجام داده بودیم برگشتیم و مقدارش از اول نشون دادیم. من از این هموطن عزیز عذرخواهی خواهم کرد. تهیه کننده ارشد این برنامه آقای ایمان مایووت با آقای خاقانی عزیز با شما تماس خواهند گرفت. امیدواریم در برنامه فردا، ولی هر چه زودتر، یا فردا یا در اولین برنامه، ما مصاحبه و گفتگوی داشته باشیم با شما، با هموطنان عزیزی که در چه با واقعا با چه مشقاتی در قبرس و کشورهای دیگه زندگی میکنن به عنوان پناهنده در اون کشورها. به هر صورت منصور عزیز چقدر فرصت داریم؟ اوکی، اجازه بدید در این چند دقیقه آخر در جدول برنامه امروز اومده صدای شما عزیزان، عزیزانی که از داخل کشور اکثرا زنگ زدید، این صفحه کامپیوتر رو منصور جان نشون بده. توجه بفرمایید که این عزیزانی که با رنگ قرمز دور اسمشون هست همه با از طریق صدا عضو نهاد مردمی شدن. 74% مرد، 25% زن. ولی توجه بفرمایید که 74% کسایی که از طریق صدا عضو شدن
از داخل ایران هستند، 10% از آلمان، 3.5% از آمریکا، 2.5% از کانادا، بعد انگلیس و سوئد و بلژیک و هلند و دانمارک و نروژ و غیره. از آمریکا همون چند دیگه زرین زدن، فقط از کالیفرنیا و فلوریدا. اجازه بدین که ما این صدا رو گوش بدیم. آخرین عزیزی رو که صداشو گوش دادیم نیلوفر بود و حالا میریم صدای علی از ایران رو با هم گوش میدیم. الو، علی هستم از ایران. عضو جمع مردمی میخواستم بشم. اوین حاجی رو گوش داده بودیم. مانیکار هم گوش دادیم از ایران. من اسم مستعارم مونیکا هستش و هدف و پنج اصل رو قبول دارم و از ایران تماس میگیرم. خداحافظ. خداحافظ، درود بر شما. سی سی تی وی. با سلام، خسته نباشید. از انگلستان تماس میگیرم با اسم مستعار سی سی تی وی. با یک اصل و با پنج نهاد مذهبی 100% موافقم و پیروزی شما برای این رژیم فاشیستی از ایزن من را دارم. در ضمن پیشنهادی داشتم، اگر با نظر شما باشه، خواستم که یه روز معینه بفرمایید که تمام ایرانی که از خارج از کشور هستم جلوی سفارت دارم، سفارت رو از این فاشیست ها پس بگیرن، چون مال خودمون، مال اینا نیست. اینا خیلی غریبن و واقعا 100% فاشیستن. با تشکر، ممنونم، خدا شد. حسن کلاغ از ایران. بنده حسن کلاغ از استان بوشهر از نهاد مردمی حمایت میکنم. شهرستان خرموج، خیابان طالقان. خب دیگه اینو یا مستعار یا علکیه. حسن باغبانی. من حسن باغبانی از نهاد مردمی پشتیبانی میکنم، از ایران تماس میگیرم. متشکرم، مرسی. امیر. سلام، امیر هستم از ایران. حمایت خودم رو از یک هدف و پنج اصل مهم نهاد اعلام میکنم. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار. آرش ندایی. سلام، من آرش ندایی هستم از مهشهر کرج. میخواستم عضویت منو تو نهاد مردمی قبول کنید و انشالله روزی برسه که ایران سرفراز همچنان پایدار بمانه. از همینجا یک پیغام هم میخواستم به سایر گروه ها بدم، حالا که فرصتی پیش اومده که از زیر یوغ 1400 ساله اعراب میخوایم خارج بشیم. خواهش میکنم همه اختلافاتتون رو کنار بگذارید، بعداً تو احزاب مختلف هر کی نظرات خودش رو میده. به امید ایرانی پایدار. خدا نگهدار. مهدی مهرمند هستم، بچه آوازم. از شبکه برنامه ریزی شما خیلی راضی و ممنون هستم. خواستم طلب آزادی و فیروزی. خیلی ممنونم، متشکرم، موفق و پیروز باشید. سلام، سعید هستم از ایران. سلامتون نمایت میکنم، موفق و پیروز باشید. پرتو خورشید هستم، از ایران تماس میگیرم. من یک هدف و پنج اصل نهاد مردمی رو قبول دارم. امیدوارم موفق باشید تو کارتون و هر چه سریعتر به آزادی برسید. با تشکر از آقای ایمان. با خدا حافظ شما، موفق و معید بشید. سلام، من اسمم سعید، فامیلیم تاج، اسم مستعار. با یک هدف و پنج اصل شما نه تنها موافق هستم بلکه ایمان دارم. ما هستیم تا آخرش هم وایستادیم.
ما مبارزه میکنیم، ما به پیروزی خیلی خیلی نزدیک هستیم. درود بر شما، خداحافظ. خب هموطنان عزیز، وقت برنامه امروز ما پایان رسیده. با تشکر از تک تک شما، با تشکر از ایرانیانی که باور به خود دارند، مانند عزیزانی که صداشون رو شنیدید و عزیزانی که شبانه روز بدون چشم داشتی دارن در نهاد مردمی کار میکنن با عقاید خودشون، با استقلال فردی و ایدئولوژی. و امیدوارم که شما عزیزان بروید بگردید، هر جایی رو که فکر میکنید برای آزادی ایران موثرتر خواهد بود قدمی جلو بگذارید، با اون گروه اون سازمان کار بکنید. اگر که نهاد مردمی رو هم که قابل دونستید قدمتون روی چشم، مطمئن باشید که همه با هم دست به دست هم ما پیروز خواهیم بود، چون حق با ماست و با هیچ کسی هم شوخی نداریم. شب و روز شما بخیر، خدا نگهدار، پاینده ایران ما. پاینده ایران در دستان شماست.